بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والعاقبة للمتقين والصلاة على محمد وآل الطيبين الطاهرين. تقبل الله أعمالكم، تقبل الله صيامكم. از همه شما عزیزان التماس دعا داریم، یادتون نره برای مریضا هم دعا کنید. بناس امشب بحثی کنیم راجع به حضرت موسی که سومین پیامبر اول العزمه. موسی خداوند قصه شد تو قرآن زیاد بیان کرده و ابعاد مختلف داره. شما تو سورهای قرآن نگاه کنید چند جا همه جایی از موسی سخن میگه. تو سوره قصص کاملا از موسی نگاه. چرا؟ چون زمین ساز دولت آقا امام زمان بود و کاری کرد که نشون بده ها، نشون داد نمونه های از دولت آقا. اینو میدونید؟ لذا سوره قصص اولش میگه و نورید انمون الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. همش عبرته، قصه موسی همش عبرته. من امشب فقط یه اشاره میکنم به دنیا اومدن موسی، مولد موسی، که چجوری خدا حفظش کرد. این قصهش اینقدر زیباست و این و یمکرون و یمکر الله و الله خیر الماکرین. میخواید بفهمید؟ اینجا ببینید چه شد. وقتی که خداوند دستور داد به ام موسی ان ارضعی فاذا خفتی علی فالقیه فی الیم ولا تخافی ولا تحزنی، بذارش توی آب، توی تابوت گذاشتش. یه صندوقچه بود تو اون گذاشت. تابوت یه صندوقچه مستطیل شکلیه، گذاشتش اونجا. قرآن میگه در سوره قصص فالتقطه آل فرعون، به عنوان لقیت، به عنوان لقیت، یعنی چیزی که پیداش میکنن که اینا برده بشه پیششون دیگه، به این معنا. لیکون لهم عدوا و حزنا، باعث خود اینا نمیدونستن، اینا بردن پیش خودشون تا بدبخت بشن. ان فرعون و هامان و جنودهما کانوا خاطئین، اینا اشتباه کردن، بد فهمیدن، این مکر خدا یعنی این. حالا اونی که میخوام به شما عزیزان بگم و یه عبرت مهمی هم درش هست، این خواهر موسی است، قصه خواهر موسی. و قالت لاخته، مادر موسی چقدر باهوش بود، چقدر باهوش بود. مادرها باید باهوش باشن اینجوری ها. و قالت لاخته، حالا بچهش رفته، قصیه، یعنی دنبالش برو. شما فکر کن الان این تابوت که توش موسی هست، صندوقچه داره میره، مادره هم به خواهره گفته تو یک کشتی چیزی سوار شو برو، خب یا شنا کن. حالا بعد شنا نیست اونجا تو قضیه، بالاخره قصه دنبالش بین کجا میبره. نشین توی یک قایقی نشست. حالا من میگم قایق چی جوری رفت من نمیدونم. خب رفت دنبالش بین کجا میبرنش. از او اول نقشه پیاده شد. فبصرت به على جنوب، در آیات قرآن دقت کنید، فبصرت دقت میکرد، على جنوب کسی نفهمید که دقت میکنه، نگاهش میکنه، یعنی تجسس میکرد به شیوهی بسیار خوب که نفهمید این خانم چرا داره میاد. کسی جور نگفت، شک نبرد. و هم لا یشعرون، قرآن جور لا یشعرون، آیه 11 همه سوره قصصه. خب حالا قصه اینجوریه، اینو دقت کنید، کلن وقتی قصه های قرآن میخونید تصور هم بکنید. حالا موسی بچه توی صندوق اومد اونجا، فرعون، خانم فرعون پیداش کردن. حالا اونجا خانم، یه خانم دیگه اینجاست که خواهر موسی است، فوری خوش رسون به ساحل. بچه داشت گریه میکرد، همون لحظه رفت پیشو. چرا بچه گریه میکنه؟ بچه گریه میکنه دیگه، بچه ایمان نیست. فوراً بهشون گفت که ببینید، من یه کاری میکنم که این همین امروز آرام بگیره. امروز برای همین الان. چی جوری؟ من یه نفر میشناسم، فکر میکنم اگه شیر بهش بده مشکل حله. روز اول ها، همش روز اول، هنوز دوم نشده، چون بچه تو گریه میکنه شیر میخواد. خدا چه کار کرد؟ و یمکرون و یمکر الله،
والله خير الماكرين، فرددناه الى امه. همون روز اول، خیلی عجیبه، در نفس اليوم، در روز اول برگشت. حالا خوب فکرش کنید عزیزان، خانم ها، شما فکرش کنید چه قصه زیبایی برای شما ها، خیلی مهم این مطلب. یه خانم هست ام موسی، یه خانم دیگه هست خواهر موسی، دوتا. یه خانم دیگه هست آسیه، همسر کی؟ همسر فرعون. ستاشون توی خونه، حالا ما میگه یه خونه بهش اجاره کردن دیگه، یه شقه یه چیزی، حالا نمیدونم، تو پیش فرعون نبودن ها. اینا نشستن اونجا قشنگ این بچه رو دارن شیر میدن، پول مفت، پول مفت، زندگی راحت. پول فرعون میاد اونجا، زندگیشون راحت، فرعون خبر از هیچی نداشت، اصلا نمیدونست بچه چی شد. زنه بی چقدر نقش داشت، یه خانم. لذا بعدن که وقتی موسی میاد میگه که چی، یه نگاهی بهش میکنه، یه بعضی آیت صحبت با حس بخونه، شما الان نرب کفینا ولیدن، تو بچه نبودی ولا بستفینا من عمر کسینین، تو چند سال نبودی تو اونجا، تو شقر میر خانم هم میرفت اونجا، من رها میکرد میرفت پیشت، چه کار داری میکنی؟ برو دور شو، و فعلت فعلت که لطی فعلت، و من نظر رو سر من، یعنی برو دور شو، تو هم فرعون گفت برو دور شو، تو فکر من نبودی. اونی که من تربیت کرد کی بود؟ همسر شما بود که اصلا تو اش راضی نبودی، و مادر خودم بوده، خواهر خودم بوده، چه به شما داره؟ اینجور بعد پیش خدا چجور این شخصیت رو رسول به جایی که فرعون که نابود کرد جای خودش، فرعونه آینده هم به برکت این جریان نابود خواهد شد. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.